کیه آقا؟ هواکمه؟ آقا الا ما هداکم، یعنی الا ما هواکم. بعدها آقا شما هوا میکنید قدرتو، اون موقع معلومه چیه. خدا ما رو ببخشه این حرفا رو نباید زد. پس این روزه اینطوری اونه، این فیلمه؟ نه، این هم یه قاعده یه داره میگه. اما این همه پیازداغ مال اینه؟ آقا این پیازداغ مال این نیست. آقا این داره میگه میان عاشق و معشوق رمزیست، کجا داند آن که اشتر میچراند. اگه قرآن یه کتاب وحیه، ایناش وحیه. این که مثل کتاب حافظ و سعدی شما خیال میکنید چیه؟ چیزی نیست این که. ایناش وحیه. اگه خدا نکرده عمرمون طولانی شد، یه دوره قرآن رو خوندیم به تفسیر، حالا ما یه دوره به استخاره خوندیم، یه دوره به تفسیر بخونیم، بعدا شروع کنیم یه دوره اینطوری قرآن رو بخونیم. ببین آقا قرص چی بوده؟ اینا سرکاریه یه مشتیش. خب آقا میگه روزت اینطوری بگیر، اونطوری بگیر، یارید برو استوار استوار الان ما هداکم. هداکم روزه این چی؟ نه آقا، یه چیزای خیلی بزرگتری هست که تو اینها قرار داده، چون به ذهن ما نمیاد هیچ حساس نیستیم. الان همینطور من الان شما رو حساس کردم، واقعا برید یک ماه رو همین دوستایی کار کنید، هی بخونید، هی بخونید، ببینید این پیازداغ با این حکم سازگاره. آها دیگه این روزه نمیتونید در بگیر، اونطوره بگیری نور رو، اما دیگه اینقدر یورید و گاهی دوستو و هدا کن و مداق، این همه آقا برای چی برای میروزه؟ یا نه یه چیزایی رو داره میگه، منتها روزه رو گذاشته که شما یهو ذهنت مشکل پیدا نکنه، یهو متوجه نشن این قرآن چه کتابیه. من این کارا رو تست کردم، عرض میکنم باور کنید نسبت به اسماء الهی 20 سال شب و روز کار کردم، 20 سال. بعد یه چیزایی از توش درست کردم مخصوص خودم، بعد اومدم گفتم آقا ببینم میشه من مثل قرآن کار بکنم. اومدم این اسماء رو نوشتم، عکس کردم، قاب کردم، قاب عکسش کردم، یعنی خود اسما رو قاب کردم، 20 سال کار کردم یه قاب عکسش کردم گذاشتمش رو دیوار حوزه علمیه علما. خب این آقایون همه اومدن دیدم اصلا کسی نگاه نمی کنه، عکس منو نگاه میکنه اونو نگاه نمی کنه. آقا اصلا کسی نمی دزدش، کسی اصلا اعتنا نمی کنه، کسی نمی ببینه، اصلا نمیره بخوره ببینه اینا چی اینجا نوشته. دیدم گنج رو نباید ببری زیر زمین قایم بکنی، گنج رو باید همینطور آویزونش کنی. اگه آویزونش کردی هیچ که دست بهش نمیزنه. این قرآن یه گنجیست، خدا همین کار کرده. این مفاتیح الجنان، این دعاها دریا دریا گنج توشه، هیچ که نگاه نمی کنه، هم میخوننش اما یک قرونه تو این پاس نمیشه. با همین یک مفاتیح الجنان و با یک قرآن شما بیاید 50 نفر بشیم بلند شیم بریم تو اروپا. اینجا نه، اینجا خطرناکه، این ور مرز نمیشه از این حرف هست، حتما اون ور مرز. آقا خرج همه حوزه علمیه رو در بیار آدم، همه حوزه علمیه رو با 500,000 نفر. من نه، اون که میتونه، اون که میتونه بره این کار بکنه، من نکنه بره اونجا. آقا فقط هی بریزه به حساب، اگه حسابا رو نبنده هی بریزه به حساب، آقا خرج علما کنید بدید خودشون، بچه هاشون، فامیلاشون. میدید اول انقلاب هم اینطور بود، بعضی اینا که مسئول شده بودن اول به فامیلاشون میرستن. مثلا رفته بود تو دهات، اینا چادر نشین بودن، توالت فرنگی ها رو برده بود اونجا تو چادر ها کار گذاشته بود، توالت فرنگی ها رو کار گذاشته بود تو چادر، فامیلاش توالت فرنگی ها میخواسته به فامیلاش کمک کنه. اونطوری آقا الان میشه ما
یه مرتبه بریم ببینیم زیر دریاها چه خبره، بدون دم و دنگا و پاسپورت ماسپورت میشه آبه اینیم نمیم کجا چیه، کجا اینطور چیه، اونطور چیه اینا. آقا من با زبان بی زبانی میخوام بگم میشه، و از این قرآن میشه در بیاریم، غافل از همین مفاتیح جنان آشقباس قومی و این قرآن کریم نباشیم. شما ببینید داره میفرماید که یورید بکن رد لتکمل العده و لتکبر الله علی ما هداکم و لعلکم تشکرون. دوباره باز ببینید آیه 186 و اذا سالک عبادی عنی فعینی قریب اجیب دعوت الداع اذا دان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون. تنها در قرآن همین یک آیه است که این همه خدا ناز میخره. و ایزا سالک عبادی عنی فعینی قریبون اجیبو انا دعوت ازا دعانی فلیست جوب بولی ولی یؤمنو بی. آقا دی بی سی ای چی، آقا چه خبره اینقدر بی 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 بکنی؟ فقط همین یک آیه است قرآن. این آیه اگر شما باهاش همراه بشی، همدل بشی، باهاش کار بکنی، این آیه قوت القلبه که وقتی قلب را افتاد ذات رو توش میشه تماشا. اصلا یک آیه تو قرآن هست این آیه ذاته اینه. یه وقت میگه کسی 50 سال داره خوراکشه میخوره این آیه بی سی دی جی ای بگید آقا همین یه آیه اصلا دیگه آیه دیگه هم نداریم تو برای. چرا؟ یا آیت هر نفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیت من فدخلی بی عباد فدخلی جنه. اون هم هی دخول مخوله، اون خیلی سخته تا بیه راد بدن و داخل بشی بری ای برام. اون کوچه من که آدرس زود گم میکنم. آدرس چی آقا؟ تو بیا بی دی سی، یکیش به من نمیگه تو بیا، اونجا میگه آقا برو این ور برو اون ور، یا آیت هر نفس المطمئنه ارجعی برگرد این راد درسته، بعد ارجعی پی عبادی و نمیم وقت خلی و بعدم برو جنتی و تازه جنتی. من جنت میخوام چی کار؟ آقا اصلش من میخوام. میگم هر کس از خدا چیزی میخواد، من از خدا فقط خدا خواهم، هیچی نمیخوام. این آیه خیلی قدرتیه. اگر این آیه رو انسان تو عمرش دنبال بکنه، پیغمبر بشه، امام بشه، عنوان رو بذارید کنار، معنون رو داره عرض، وحی بهش بشه، کرامت بهش بشه، 2000 سال دیگر ببینه، 1000 سال دیگر ببینه، از این ور بره، از اون ور بره، و اصلا تو قرآن یک آیه که در عدل این آیه قرآن کریم باشه وجود نداره. دی انی انی انا نی لی بی. خب وقت چی میشه؟ لعلهم یرشدون. خیلی قدرتی.